بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله دروس معاد، جلسه 72، 5/9/74. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم. صفحه 307، ظهور برزخی ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. جلسه گذشته مطالبی هم درباره ولایت از سعدی، این بار این جلسه درس رو میخونیم، اگر احتیاج به توضیح بیشتری بود از خوانیم. در این روایت به نقش ولایت اهل بیت عصمت و طهارت، در این روایات، کدوم روایت؟ روایت قبلی درس گذشته که گفت چی؟ از حضرت صادق علیه السلام بود، فرمود که میت در قبر سلام علیکم از 5 چیز سوال می شود: از نمازش و از زکات و حج و صیامش و از ولایت ما اهل بیت. و ولایت به 4 امر دیگر میگوید که تکمیل آنچه از نقصان در شماست به عهده من میباشد. در این روایت به نقش ولایت اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین در مقام سؤال از اعمال عبودی اشاره شده است. حقیقت امر این است که در حیات دنیوی در درون و باطن از جانب ملک ها که از انطباق اعمال با عقاید حق سوال می شود. دقت فرمایید، سوال رو برگردوندم به کجا؟ سوال قبل رو خاطر شریفتون باشه، جلسه گذشته برگردوندیم به اینکه این سوال همیشه در درون خود انسان توسط فرشته ها صورت می گیره. ایشون می فرماید که در حیات دنیوی در درون و باطن از جانب ملک ها که از انطباق اعمال با عقاید حق سوال می شود، انطباق اعمال با عقاید حق آنچنان که باید باشد نبوده و نقص ها و نقصان هایی وجود دارد. خب قطعا اینطوری هست، برای ماها که ممکن الخطا هستیم و بخواه معصوم نیستیم، این آلودگی ها هست با توجه به هوای نفسمون و جهالت هایی که داریم و کیدها و مکر شیطان. در حال ما نقص هایی در این زمینه خواهیم داشت. برای همینم از که انفشار قبر تا حدود چی هستش؟ عمومی هستش. ولایت اهل بیت علیهم السلام نقصان ها را جبران میکنه. ببینید چه اکسیری هستش این و چه نعمت پر برکتی هست برای ما که اون نقص هایی که انسان بده ولایت جبران میکنه و در نتیجه اعمال با عقاید منطبق گشته و تثبیت عقاید میشه. و همین جریان باطنی که در زندگی دنیوی در پشت حجاب میباشد با مرگ و ورود به برزخ و با کنار رفتن حجاب ماده و بدن مادی ظاهر میگردد. با کمین تأمل در عقاید حقی که داریم به خوبی این واقعیت را میفهمیم که اعمال و عبادات ما در صورتی که موفق به آنها باشیم به جهت تعلقات زیاد و اسارت ها و پراکندگی هایی که در مقام عبودیت داریم چندان انطباقی از نظر حضور قلبی و انقطاع الالله با عقاید ما ندارد. 2 نکته را فهمید، یکی اعمال، یکی عبادات. بعد حضور قلبی به عبادات برمیگرده، انقطاع الالله هم به عبادات برمیگرده، هم به اعمال برمیگرده. یعنی چه؟ این دقت بفرمایید، این 2 تا قید بالا آوردن، 2 تا قید بعدش فرمودن. فرمودن اعمال و عبادات ما در صورتی که موفق به آنها هم باشیم، یعنی موفق بشیم عملا بکنیم، به جهت تعلقات زیاد و اسارت ها و پراکندگی هایی که در مقام عبودیت داریم چندان انطباقی از نظر حضور قلبی و انتقاء الالله با عقاید ما نداره. در عبادات ما شرطش چی هستش؟ حضور قلب هستش. لا صلاة الا به حضور قلب.
یعنی از نماز شما فقط همون مقداری که حواستون جمع بوده سر نماز که چی میگفتید قبول هست، بقیهش قبول نیست. این وضعیتی است در احادیث آمده، حضرت امام سلام الله علیه هم در تحریر الوسیله شون جزء مسائل رساله آوردن این رو و ذکر کردن این مطلب که حضور قلب لازم هستش در نماز و شرط قبولی نماز هستش. شرط درستی نماز این است شما طبق احکام رساله نماز رو انجام بدیم، این نماز درسته. اما این نماز درست آیا قبول میشه یا قبول نمیشه؟ میفهم فقط همون مقدار قبول میشه که قلب تو اقبال داشته و متوجه بودی که داری چه میگی. یعنی ما اگر واقعا به این حقیقت پی بریم که ما اعمالمون به خصوص نمازمون که ستون دین هست، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، نماز اگر قبول بشه بقیه اعمال قبول است، اگر رد بشه بقیه اعمال رد میشه، بدونیم که نماز چه جایگاه مهمی داره به عنوان ستون همه کارهای ما و دین ما. اگر اینو توجه داشته باشیم متشکر هستم. یک وقت جدی میذاریم برای اینکه به اصطلاح اسباب و وسائلی رو فراهم کنیم که بتونیم یه مقدار در عبادت هامون حضور قلب داشته باشیم. هم مسائل و وسائل معنوی و مسائل معنوی، هم مثلا از وسائل مادی میشه کمک کرد. وسائل مادیش این هستش که انسان فرض بفرمایید از نظر بدنی طورش رو خودش رو آماده بکنه که اون مقداری که دست خودش هست در این حالتی باشه که بدنش او رو متوجه به خودش نکنه. مثلا اگر خیلی گرسنه هست نماز نخونه، اول مثلا فرض بفرمایید سد جو بکنه که دیگه سر نماز حواسش پرت نشه. اگر خواب آلوده هست نه استراحت کنه بعد با نشاط باشه. به هر حال از نظر بدنی به خودش برسه، لباسش رو تمیز بکنه، مکان خوبی انتخاب بکنه، مکان خلوتی انتخاب بکنه برای عبادت، حتی امکان موقع جماعت از جماعت اولویت داره به همه چیز، حتی نماز فرادهی که حضور قلب بیشتری داشته باشه اما جماعت به اون چی هستش اولویت داره، باید به جماعت حاضر شد. بعد موقع که انسان خودش تنها هست میتونه باید این شرایط رو برای خودش فراهم بکنه. بسیار هم شرایط معنوی داره واقعی نستش که ما یه منظور وقت بذاریم در درک مفهوم نماز. ببینیم که آقایم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چه، الحمدلله رب العالمین یعنی چه، نماز اصلا معنیش چی هست، حالت رکوع یعنی چه، دو سجده به جا آوردن یعنی چه، تشهد چیست، قنوت چیست، معنای تسبیحات اربعه چیست، اینها رو بهش توجه بکنیم. توجه به اینها باعث میشه اینکه انسان قدرت حضور قلب و توجه به اون چه که میگه پیدا بکنه. ولی اگر من وقت برای این درک این نکته نگذاشته باشم که اصلا یعنی چه نماز، مثلا اینی که من چند ساعت میتونم وقت بذارم یه درک خوبی از نماز پیدا کنم، اینی که هزار یه جور کتاب خوندم، مطالعه های مختلف وقت گذاشتم، بشین چقدر تلویزیون نگاه کن، چقدر با دوستات این ورانور باش، چقدر بخور، چقدر بخواب، اما واقعا جدی ترین مسائلمون رو ما وقت برش نگذاریم، بدیهی است که هم اونها خودشون اسباب به قول نویسنده محترم حضرت زهر الله تعالی اسارت و پراکندگی ایجاد میکنن، همچنین از این طرف ما محتوا نداریم، در محتوای ذهنی و فکری نداریم که بتونیم وقت به نماز میستیم به صلاح بفهمیم که چه داریم میگیم. ما باید کمک بگیریم از این وسائل مادی و معنوی که به نمازمون یه روح بدیم، حتی شده به مستحبات. نمازهای مستحبی ما داریم، اگه کسی نماز مستحب بخونه و حواسش در نماز مستحبی جمع باشه، این جبران نماز واجبش رو اون مقداری که کم گذاشته میکنه. اگه کسی تعقیبات رو درست انجام بده، در تعقیبات نمازش حضور داشته باشه، اون موقعی که داره تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو میگه یا عبادت‌های دیگر رو به جا میاره یا تعقیبات دیگر رو به جا میاره، اون مقدار که بعد از نماز میشینه بلافاصله و تعقیبات انجام میده، او هم جزء نماز محسوب بشه. این به لطف پروردگار هست که اینطوری هستش، ولی به هر حال از ما حضور میخوان. این مهم هستش که ما سابقه حضور داشته باشیم، چون عبادت این که تنها عن الفحشاء والمنکر هستش و نمیدونم قربان و کل تقی، قربان و کل مؤمن، قرب هر متقی و هر مؤمن هست، نهی از فحشاء و منکر میکنه، صورتش که نهی نمیکنه، هرچند صورتش هم باز قدرت ناحیه اندکی داره،
اما اونچه که میتونه نهی بکنه باطل نماز هست، یعنی که من انس به مبدع متعال پیدا کنم، انس به ماورای طبیعی پیدا کنم، دنیا ارزشش برام کم بشه، کم رنگ بشه برای من. اما خب نه، اگر قرار بشه من محتوا نداشته باشه عبادتم، فایده ای نداره. اینکه حضرت همون رب متنسته که ولا دین له، چه بسیار عبادت کننده ای که دین نداره، برای همین از اینها عبادت زیاد میکنن، اما هیچ یک از عبادتاشون محتوا نداره. نماز ذاتا اگر با محتوا انجام بشه اثر خودش رو خواهد گذاشت، روزه اگر با محتوا انجام بشه اثر خودش رو خواهد گذاشت. پس اینکه عبادت کننده دین نداره برای این استش که عبادت رو بدون محتوا به جا میاره. خب انقطاع الالله، انقطاع الالله که در نماز اگر انقطاع نشه حضور حاصل نیست، نماز ببریم ذهنمون و خیالمون و همه چی رو ببریم، قطع بکنیم از همه چی تا بتونیم این مرغ فکر و خیال ما به سمت حق تعالی فقط متوجه باشه و پرواز بکنیم. در سایر کارها اعمال هم ما انقطاع لازم داریم، یعنی فقط عبادات. یعنی چی انقطاع لازم داریم در اعمال؟ یعنی عمل خالص برای خدا انجام بدیم. فهمون از اعمال شما هم اون مقداری که برای خدا هستش قبول هست، نه اون مقداری که شما حالا برای اغراض و مقاصد دیگری انجام بدید. خب فهمون چندان انطباقی از نظر حضور قلبی و انقطاع الالله با عقاید ما ندارد و اگر از جهتی جبران نگردد نمی شود این اعمال و عبادات را با این وضع حاکی از آن عقاید و عقائد و ارائه کننده آنها و نموداری از آنها دانست. یعنی ما یه حرفی میزنیم، یک اعتقاداتی داریم، این اعتقادات رو بیان میکنیم، درست؟ بعد میگیم ما فرشته داریم همراهمون، نمیدونم در محضر خدا هستیم، در محضر امام زمان هستیم، چه و چه و چه. بعد در موقع انجام عمل و در موقع عبادات میبینیم که با اون محتوایی که ترسیم کردیم اصلا جور در نمیاد. شما تصور بفرمایید، فرمودن وقتی نماز میخوانید اینطور نماز بخوانید که خداوند بالای سر شما هست، در روبروی شما معصومین قرار گرفتن، حالا یا در روبروی یا در کنار شما، ترسیمی که شده در روایت من تقدیر شده نیست، جهنم زیر پای شماست، بهش روبروی شماست. ببینید شما تصویر بفرمایید که چجور هستش. اگر ما این پرده کنار بره، چون واقعیتش که این هست، فقط باید پرده کنار بره، این پرده کنار بره که ما با حضور نماز میکنیم. ما الان با یه نفر آدم معمولی که صحبت میکنیم حضور داریم، وقتی داریم باهاش صحبت میکنیم تو حضور هست، حواسمون جای دیگر نمیاد. ما این رو ترسیم میکنیم، میگیم خب اینم هستش. اما وقتی خودمون میخوایم نماز بخونیم میبینیم که نه، اصلا با اون حقیقتی که الان هست ما خیلی فاصله داریم از نظر عمل و عبادت، خیلی دور هستیم تا با این واقعیتی که ما درش قرار گرفتیم و حواسمون جای دیگری است. که خیلی واقعا اگر حق تعالی عبادت‌های ما رو ببخشه، این نماز خوندنای ما رو، این توهین‌هایی که ما می‌کنیم به محضر حق تعالی با نماز خوندنمون و با روزه گرفتنمون و با قرآن خوندنمون، ما هم احتیاج داریم که گناهانمون رو ببخشه، هم احتیاج داریم که عبادات ما رو ببخشه خدا. یعنی استغفار انسان باید برای گناهاش بکنه و یک استغفار برای عبادتهاش بکنه. جدا همینطور هستش. یعنی ما خیلی پررویی اگر ما از عبادتهایی که تا بالا انجام دادیم انتظار پاداش داشته باشیم. همینطور حق تعالی به خاطر این عبادتها ما رو جهنم نبره، یک رحمت بیکران هست در حق ما، یک لطف عظیم هست در حق ما، که فقط به خاطر این جسارت هایی که ما میکنیم در نماز، در عبادت هامون، خود آدم اینها تصور کنه میفهمید چقدر این خود اینها خجالت ها برای این عبادت هایی که ما به جا میاریم. ما نمیدونیم به چه چیزی اون باید مغرور بشیم. آخه جایی برای عجب، برای غرور، برای تکبر کردن، برای خود بهتر دیدن، برای خودمون رو مثلا مقدس تر و پاک ببینیم وجود داره با این وضعیت ما؟ خیلی. این وضع ما وضع خوبی نیست اصلا که داریم.
از باب مثال نماز ما چه صورتی از نماز است و تصویری از آن، نماز کسی نیست که معتقد است وجود و هستی همه از خداست و عاشق اوست و به سوی او برگشت می کند، و نماز کسی نیست که همه چیز را حالش می داند و خدا را باقی، و نماز کسی نیست که معتقد است با مرگ همه آنچه دل می برد و می رود و وارد نظامی و نظامهایی می گردد که جز حق نفردی بخونم. نماز کسی نیست که معتقد است با مرگ همه آنچه دل می برد می رود. اون چه که انسان رو جلب می کنه به خودش، اینها رفتنی هستن، دلبرهای موقتی، و وارد نظامی و نظامهایی می گردد، یعنی با مرگ، که جز حق و ارتباط و انس به حق و جز محبت او و رضوان او چیز دیگری فریادرس انسان نیست، و به عکس دوری از او و عدم انس به او و معاذ الله سخط و غضب و طرد او در آن نظام ها موجب عذاب و گرفتاری هاست. نمازی که در اول آن و به هنگام گفتن تکبیرة الاحرام به مقتضای بیان امام علیه السلام به لحاظ اهمیت داشتن اغیار در دل و پر کردن آنها خانه دل را از خدای متعال در باطن نمتردی بخونم بذاریم توضیح بدم براتون تا این متوجه بشید. ببینید میگن که وقتی شما میگید الله اکبر، دستتون رو که میبرید الله اکبر بدن روشتون، این معنای این هستش که حرکت دست شما این است که شما اغیار رو به پشت می اندازید، هرچه هست چیزی در مقابل شما جزیار نیست. و اکبر که میگید الله اکبر، یعنی به هر حال تمام بزرگی و اولویت و اولیت و همه رو به خداوند تبارک و تعالی می دید. خب بعد خب ما که این کارو که میکنیم، ما از قبل از اینکه به صلاح تکبیرت و احرام بریم تازه بعضی وقت شاید میکنیم نیت کردیم یا نیت نکردیم، یعنی قبل از تکبیرت و احرام بشه ما مسئله داریم. یه وقت اینجوری هست و این تکبیرت و احرام خیلی بد است، لا اله الا الله، واقعا همین یک ندا ها، همین یک ندا کافی است که انسان دست از این کبر و نخوت و عج برداره، از این خودپرستی و خودخواهی، که وقتی این گونه نماز میکنه شخص که از همون تکبیرت الاحرام حواسش جای دیگه است، ندا میاد یا کاذب، یعنی دروغ بود، انسان اول مهر زدن، مهر تکذیب رو زدن رو نمازت و پرتش کردن اون طرف نمازت رو. داریم در روایات که میپیچن نماز رو به صورت شخص میزنن اگر به اصطلاح با صورت بدی باشه. نمازی که در اول آن و به هنگام گفتن تکبیرت الاحرام به مقتضای بیان امام علیه السلام به لحاظ اهمیت داشتن اغیار در دل پر کردن آنها خانه دل را از خدای متعال در باطن ندای یا کاذب می آید، یعنی وقتی در دل ما اهمیت زیاد داره اغیار در دل و پر کرده، خود ما همینو به خودمون میگیم، اینی که میگیم اون خدا شده نمیگیم که دروغگو. نمازی نیست که با عقاید حقه ما تناسب لازم را داشته باشه. کجان بچه بسیجی ها چه نمازهای میخوندن، چه نمازهای میخوندن. آن نماز تناسب با عقاید حقه دارد که در افتتاح آن
آن نماز تناسب با عقاید حق دارد که در افتتاح آن با گفتن تکبیرت الاحرام آنچه غیر اوست از دل و جان کنار برود و همه اغیار از دل رانده شود و ورود آنها به دل حرام گردد تا او بیاید و اسماء او در آن تجلی کند، زیرا که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، یعنی خداوند قرار نداده در دل یک انسان دو قلب قرار نداد. و بعد از تکبیرت الاحرام هم در هر قطعه و در هر فعل و حرکتی به تناسب همان قطعه و به تناسب همان فعل و حرکت موقعیت خاصی را در مقام عبودیت داشته و در منزل مخصوصی از منازل و عالم به خصوصی از عوالم سیر و عروج باشد و با هر جزئی از اجزاء سوری نماز مرحله از مراحل باطنی را طی نموده و نزدیک شود و در نتیجه نماز او معراج او باشد و در برگشت از معراج و بعد از آن نماز او در همه حرکات و سکنات او به چشم بخوره. یکی از چیزهایی که خیلی کمک میکنه به ما در دعاهامون، من اینو چند بار عرض کردم به دوستان، خیلی بهش توجه داشته باشیم، اون همین بدبختی و مسکنت خودمون هستش که در دعاها باید بهش توجه کنیم. یعنی ضعفی که ما داریم در انجام عبادتمون، این یه بیچارگی هستش، این یه فلک زدگی و فقر هستش. گاهی وقتا آدم به خاطر همین فقر و بدبختیش گریهش میگیره خودش، یعنی همین که انقدر عاجزه. من یه موقع های شب مثلا به عبادت میشینم، حالا چه دعا بخونم یا نماز بخونم، همین مسئله برای من خودش یه مصیبت هستش، کلی باید گریه بکنی برای همین. بعد عرض میکنم به خداوند، خدایا به کرمت عبادت ما بیچاره ها را بپذیر، یعنی ما فقیریم، ما ضعیفیم، ما هیچی نیستیم که بخوام عبادتی که به هر حال عبادت محسوب بشه انجام بدیم. ما ادای نماز خونه را در میاریم، بچه‌ای هستیم که میخوایم بیایم بریم ادای بزرگا را در بیاریم. من میخوام این لحظه نماز شب بخونم، امام زمان هم نماز شب بخونه، بزرگان دیگه، علما، اولیاء خدا هم پاشدن با چه شور و عشقی نماز بخونن. بعد من وقتی یاد بدبختی خودم میفتن که چقدر از این غافل عقب هستم، وقتی که به دعا خوندن خودم، گاهی وقتا فقط همین این یه مسئله برای ما مسئله هستش، یه مسئله میشه توجه باید بکنید و به خدا بگیم خدایا به ما هم رحم، یعنی ما بیچاره های فقیر، ما مسکین هایی که از خودمون هیچی نداریم، حتی ارزه عبادت کردن هم نداریم، راهمون دادی ضعف داریم. در توصیه جهنمی ها عجیب هست، خداوند تبارک و تعالی فرماید که یوم یدعون الی السجود، تو که دعوت به سجده میشن و نمیتونن سجده بکنن. عجیب هست که ما در شب دعوت به عبادت میشیم و نمیتونن عبادت، حتی ممکن است بلند بشیم اما نتونیم عبادت کنیم یا بیایم سر سجاده. گاهی وقتا انسان باید به این بدبختی خودش واقعا گریه بکنه و افسوس بخوره که آخه چرا اینطور هستش. بعد به خداوند عرض بکنم خدایا تو عبادت امام زمان علیه السلام داری، عبادت اولیاء خودت رو داری، یه نگاهی هم به عبادت ما بکن، یه نگاهی هم به ما بکن، ما هم داریم ادا نمیاریم، ما فقیر فقیر هستیم، مسکین مسکین. اونها حتی اونها هم در مقام خودشون این فقر هستن و این مسکنت هستن و خودشون رو هم همونطور میبینن، اما حداقل نماز اونها محتوا داره، دعای اونها محتوا داره. ولی ما چی؟ ما میخواییم خدا یا حرفی بزنیم ولی خب نمیتونیم، اسیریم، پراکنده از ذهنمون، گرفتار هستیم، حوصله‌مون سر میره، نمیتونیم حضور قلب داشته باشیم، نماز بی کیفیت و بی حال، دعای بی کیفیت و بی محتوا.
خیلی این ذلت هم کمک میکنه انسان، خیلی دست انسان رو میگیره، ولی انسان متوجه این بدبختی خودش باشه، متوجه این ذلت خودش باشه، متوجه این مسکنت و فقر خودش باشه وقتی میخواد عبادت بکنه، این خیلی اهمیت داره. دیگران چقدر ثروتمند هستن که اعمال رجب رو انجام میگن، اهل رجب هستن، اونها اعمال رجب رو انجام میدن، ما هم به صلاح میخوام انجام بدم اعمال رجب، اونها ذکر میگن، ما هم ذکر میکنیم. همینطور در عبادات دیگر و در اعمال دیگر. بنابراین اگر به باطن خود برگردیم و در برابر سوالاتی که از اعمال و عبادات ما از لحاظ انطباق آنها با عقاید ما می شود قرار بگیریم، مسلماً نمی توانیم جواب روشنی بدهیم و نمی توانیم جواب مثبت بدهیم و با ارائه این اعمال و عبادات ثابت کنیم که ما دارای این عقاید هستیم، عقاید حق هستیم و اعمال و عبادات خود را به عنوان شاهد و دلیل به داشتن این عقاید در معرض ملکین سؤال کننده قرار بدیم. یعنی اگر فقط بخون از عبادت های ما سؤال بکنن ما گرفتاری میشیم، یعنی اصلا گناهان ما رو ببخشن هیچ، بخون ما رو بر اساس عبادت ها محاکمه بکنن ما گرفتاری میشیم، جوابگو نیستیم. هر نماز یک بی‌ادبی، هر نماز یک جسارت، هر نماز یک بدبختی، روزمون همینطور، قرآن خوندنمون همینطور، زیارت‌هایی که می‌کنیم. خب چه چیزی مشکل ما رو می‌تونه حل بکنه؟ به داد ما برسه اونجا، آن نعمت بزرگ که این مشکل را حل می‌کند، ولایت اهل بیت عصمت و طهارت و تابش انوار ولایت است. حب علی سلام الله علیه حسنه لا تضر معها سیئه. حدیث هستش که حب علی سلام الله علیه حسنه ای هستش که با او هیچ سیئه ای ضرر نمیرسونه به انسان. بخونیم این جامعه کبیره رو، چقدر لذت بخش است. موالی لا احصی لا احصی ثناءکم، من نمیتونم حساب بکنم ثناء شما. جای دیگه داریم تما اهلا اسماءکم، چقدر قشنگ و شیرین هست این اسماء شما. ما در اینجا در سرد بحث در مسئله ولایت و آثار آن نیستیم، همینقدر میگوییم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، خبر از این اکمال دین و اتمام نعمت وسیله ولایت میده. خب آیه شریف قرآن هست که در قدیر خون بعد از که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مسئله جانشینی امیرالمومنین علیه السلام مطرح کردن، این آیه شریف نازل شد که امروز دین شما رو برای شما کامل کردم و نعمتم رو بر شما تمام کردم. می‌فرماید که این اکمال دین و اتمام نعمت وسیله ولایت است. همونطور که در دین اتمام نعمت هست، در دین شخص هم اتمام نعمت با اتمام با چی هستش؟ با ولایت هست. کسی که دین ولایت نداره دینش کامل نیست. در برزخ هم اون چیزی به داد ما میرسه هست، اون عامل تمام کننده همه چیز هست، عامل جبران کننده همه چیز هست که ولایت هست. برابر این در همین دعای، در همین حیات دنیوی، در باطن امر و در درون ما نقصانهایی که در اعمال و عبادات ما وجود دارد با انوار ولایت جبران می‌گردد. و اگر این مسئله نباشد اعمال ما با عقاید ما نمی‌سازد. ببین چقدر ولایت مهم است، چقدر بده، چقدر ما باید کار بکنیم و چقدر باید مردم رو بکشونیم به سمت ولایت برای که مردم نجات پیدا بکنن. باید این نعمت بزرگ که خداوند نصیب ما کرده به دیگران هم برسونیم با تلاشمون. و همین جریان با برطرف شدن حجاب در عالم برزخ به صورتی که مقتضای آن عالم است ظاهر می‌گردد. یکی از این هیئتی ها رو خواب دیدم فوت کرده بود، بهش گفتم فلانی فشار قبرم داشتی؟
از این هیئتی های خوب بود که همیشه منظرش هیئت میگرفت، جلسه میگرفت. ما هر وقت میخواستیم یه موقعی جلسه بیاندازیم، خونش اصلا وقف شده بود مثل این برای این. خودش هم منزل نبود، وقتی با میرفتیم منزلشون، خانومش با چه خوشرویی قبول میکرد بفرمایید مثلا اتاق رو مهیا میکرد. مثلا یه موقعی ما 40-50 تا 100 تا بچه کوچیکو میریخیم تو خونه اینا، مثلا برای که اینا جمع شن یه ذره همین بچه ها سینه بزنن، عزاداری بکنن، یه کلاس قرآن داشته باشن. همیشه همینطور بود، چه خودش بود چه نبود، مثل اینکه وقت بود برای این. خودش همینطور تو همه جلسات هیئت ها بهش گفتن فلانی فشار قلب هم داشتی؟ گفت تازه شروع شده بود که سید الشهدا به دادن رسید. تازه شروع شده بود که سید الشهدا به دادن رسید و نجاتم داد. حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید به مؤمن در قبر وی، یعنی برزخ، گفته می شود پروردگارت کیست؟ جواب می دهد و می گوید الله. سپس گفته می شود دین تو چیست؟ می گوید اسلام. گفته می شود نبی تو کیست؟ می گوید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. گفته می شود امام تو کیست؟ می گوید فلان. گفته می شود چگونه به اینها علم پیدا کردی؟ می گوید امریست که خدای متعال مرا به آن هدایت فرموده و روی آن ثابت نگه داشته. واقعا چقدر ما باید این ذکر رو بگیم: الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا. ما به خودمون که نگاه میکنیم میبینیم ارزه شیعه شدن نداشتیم. خود ما این رو از ما نیست، واقعا به با ارزانی داشتن. چه لطف بزرگی است و میلیاردها انسان داریم میبینیم که از این نعمت بی بهره هست. واقعا این نعمتی که تمام تقصیرها و قصورهای ما رو جبران میکنه، به خصوص در حیاتی که به حیات اصلی ما هست و بعد از مرگ شروع میشه، این نعمت ما با چی میتونه عوضش بکنه؟ حق نداریم شاد باشیم به این نعمت، حق نداریم شیرین زندگی بکنیم، حق نداریم افتخار بکنیم، حق نداریم خودمون رو خوشبخت احساس بکنیم، حق نداریم خودمون رو ثروتمند احساس کنیم. چه ثروتی از این بالا؟ ممکن است خدا من به خیلی چیزهای دیگه داده باشه، اما به همه ولایت نداد. سپس به او گفته می شود آرام بگیر، آرامشی که هیچ گونه ناراحتی و ناراحتی ناآرامی در آن نبوده و مانند آرام گرفتن نو عروس است. و سپس دری به سوی بهشت بر روی او باز می شود که از روح و ریحان بهشت مرتب به او می رسد و متوجه او می گردد. میگوید پروردگارا در قیام ساعت تعجیل بفرما تا به اهل و مال خود برسم. و به کافر گفته میشود این که هیچ. و به کافر گفته میشود پروردگار تو کیست؟ جواب میدهد و میگوید الله. سپس گفته میشود نبی تو کیست؟ میگوید محمد صلی الله علیه و آله. گفته می شود دین تو چیست؟ می گوید اسلام. گفته می شود از کجا به این علم پیدا کردی؟ می گوید همینقدر که شنیدم که مردم می گویند من هم گفتم. پس با عصای آهنی او را طوری می زنند که اگر جن و انس جمع بشوند طاقت نمی آورند. امام علیه السلام فرمود مانند ذوب شدن قلع و سر ذوب می شود، سپس روح او را به او بر می گردانند و قلب او بین دو لوح آتشین قرار داده می شود و میگوید پروردگارا قیام ساعت را، این قیامت را به تأخیر میانداز. خب این که کافر را اینجوری فرمان معرفی کرد از دو جهت قابل بررسی هستش. یکی این که ولایت رو اینجا نداشت، مثلا بحثی از ولایت اینجا نیست، لذا اگر دین بدون ولایت باشه کامل و تمام نیست، مشکل داره. این یعنی چی؟ این یعنی دینداری بدون ولایت، دینداری بدون ولایت. جلس امام سلام الله علیه در همون اول وصیت نامشون نوشتن که علمای اهل سنت که حدیث ثقله و احادیثی که در مورد حقانیت تشیع هست نقل کردن خودشون باید قیامت جواب باشه. واقعا همین
یعنی شما برای اثبات حقانیت شیعه و ولایت اهل بیت علیهم السلام و امامت اونها به هیچ وجه نیاز ندارید به منابع شیعه. منابع اهل تسنن رو نگاه بکنید، مملو از احادیث درباره حقانیت و ولایت تشیع هستش. خب اونها هم خودشون نقل کردن، باید جواب باشن. اینا بیشتر ناظر بر جاهل مقصر هست در این روایت، جاهل مقصر. در اینکه دین و سرسری نباید بگیری، مردم میگفتن منم میگفتم یعنی چی؟ یعنی دین سرسری به درد نمی کنه. دین سرسری یعنی تقلید است، از روی اعتقاد نیست، تقلید است، از باور جدی روح نیست، اتحادی با روح برقرار نکرد. الان هم ما میبینیم جوانهایی رو ما میبینیم که اینها نسبت به تشیع صرفا، خیلی از کشور خودمون شما نکنید، نسبت به تشیع صرفا تشیع رو به عنوان اسمی قبول کردن. وقتی میگه مذهب چی؟ میگه تشیع چیه است، اما با خودش یکی نشده. یعنی اگه مثلا مسیحیت هم برش عرضه بشه، یه ذره روش کار بشه، بعید هم نیست مسیحیت رو بپذیره، بعید نیست مثلا سنی بشه. من دیدم معفاری هم دیدم، اتفاقا اهل مطالعه هم هستن، ولی نسبت به شیعه قلبشون رو یک طرف نکردن، یعنی به وحدت نرسیدن در تشیع. میان حالا گفتن ما هم میگن. صرفا میدونید چطور هست؟ به صورت مثلا دین آبا و اجدادی قبولش کردن. کشور با این توریست ما هم شیعه هست، مثل یه آداب و رسومی که هست، مثلا یک میمان در رسمون تو ازدواجی نست این کار رو بکنیم، در عزا و رسمون هست این کار رو کنیم، دین رو فقط یه رسم اینطوری قبول میکنن و الا به عنوان یک برنامه زندگی که انسان موظف پذیرش اوست و اعتقاد به او واجب است برای انسان، و اگر در قلب انسان جا نیفتاده باشه، انسان اصلا از انسانیت ساقط هست، نه قبول، همچون فکر در موردش نکردم. ظهور برزخی، ایمان حقیقی و سوری. در این روایت علاوه بر مطالب گذشته، نکات و اشارات مخصوصی وجود دارد، از جمله اینکه در برزخ و قبر از چگونگی به دست آوردن عقاید نیز سؤال خواهد شد، که از کجا به دست آوردن عقاید و ملکه این سؤال از انسان، این موضوع را هم سؤال می‌کند که عقایدش را از کجا و چگونه و از چه راهی به دست آورده است، علم او بر عقایدی که اظهار می‌دارد بر چه اساسی متکی است، و آیا اصولاً به آنچه می‌گوید علم دارد یا نه. یعنی یقین داره نسبت بهش، اینجا که علم دارد یعنی یقین دارد. آنجا که سوالات مطرح شده برای مؤمن و جوابهای وی را بیان می‌کنند، بعد از سوال از عقاید وی و جواب‌هایی که می‌دهد، این سوال از جانب ملکه مطرح می‌گردد که کیف علمت ذلک، چگونه علم پیدا کردی به این، یعنی سوال می‌شود از کجا و چگونه به اینها علم پیدا کردی، و او هم جواب جالبی می‌دهد، می‌گوید امرون هدان الله له، امری هستش که خداوند منو هدایت کرده به او، و ثبتنی علی، و ثابت کرده منو به او، یعنی داشتن من این عقاید را و علم من به اینها امری است که خدای متعال مرا به آن هدایت و در آن تثبیت فرموده است، و این جواب نه تنها متضمن این است که من به اینها یقین دارم، بلکه متضمن نکته توحیدی عمیقی نیز هست و جواب صحیح و منطبق با واقع و حقیقت و جواب مؤمن موحد است، مؤمن موحدی که جز او را مؤثر نمی‌داند، یعنی خدا را، و غیر او را در بین نمی‌یابد و هر خیر خوبی را از او دیده و اراده و هر خیر خوبی را از او دیده و اراده و مشیت او را حاکم یافته و حتی آنجا که با قدم دلیل و برهان و بیانه پیش رفته و به حقایق و عقاید حق نائل گشته است، سبب را نمی‌بیند و او را و هدایت او را می‌بیند، و همان است که خدای متعال از زبان مؤمنین می‌فرماید که و قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا فما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، خدا رو شکر سپاس می‌ذاریم از اینکه ما رو هدایت به این کرد، به این یعنی به همین اسلام و ایمان و ولایت، و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، و ما اگر خداوند هدایتمون نمی‌کرد اهل این نبودیم که یک همچین هدایتی رو پیدا بکنیم.
و از آنجا که سؤال مطرح شده برای کافر متظاهر به اسلام و جوابهای وی را بیان می کند و آنجا که سؤالات مطرح شده برای کافر متظاهر به اسلام و جوابهای وی را بیان می کند بعد از سؤال از عقاید وی و جوابهایی که می دهد این سؤال از جانب ملکین مطرح می گیرد که من عینا علم تذالک، یعنی سوال می شود از کجا و چگونه به اینها علم پیدا کردی، و او جواب جالبی که در حقیقت ظهور باطن اوس می دهد می گوید سمعت الناس یقولون فقلت، یعنی شنیدم مردم می گویند من هم گفتم، یعنی علم به اینها که می گویم ندارم و فقط برای تظاهر به منظور همرنگی با مردم به حسابی که داشتم بوده و نه به صورت عقاید ثابت و ریشه دار و واقعی و مبتنی بر علم. در حقیقت آنچه در حیات دنیوی در باطن و درون مؤمن و کافر متظاهر به اسلام از سؤالها و جوابها وجود دارد در نظام برزخی با همه ابعادش ظاهر و بارز می‌گردد. سپس فرمود تعبیر ثم یفتح له باب الى الجنه فيدخل الیه من روحها و ریحانها، سپس دری باز میشه برای او از بهشت و روح و ریحان بهشت به سوی او باز میشه و جریان پیدا میکنه. فیقول یا رب اجل قیام الساعه، خداوند رو تعجیل کن در اصطلاح روز قیامت. لعلی ارجع الی اهلی و مالی، حکایت از بهشت برزخی که من برگردم به سمت خانواده و مالم، یعنی انقدر خوشحال میشه که دوست داره خانوادهش در این خوشحالی چی بشن؟ شریک بشن. حکایت از بهشت برزخی به عنوان بابی از بهشت موعود نموده و حکایت از تنعم انسان در بهشت برزخی و حرکت او در عین تنعم و توأم با شوق و اشتیاق میکنند. اشتیاق به بهشت موعود یعنی جوار حق و به لقاء بهتر و کاملتر او، یعنی وقت خوش میمید که چقدر خوب شده، حالا کاملتر رو میخواد، خالصتره که قیامت هست او رو میخواد. اما کافر نه، کافر تا میبینه یه همچین عذابی هست میگه خدا اون یکیشو نیار دیگه. یعنی چی؟ یعنی جهنم اصلی و کبرا رو تأخیر بینداز. و نکات و اشارات دیگری هم در این روایت وجود دارد که برای دقت به اندازه که برای اهل دقت به اندازه دقت روشن میگردد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.